چه اینجا بگو فرهاد؟ الان میافتم پایین. اصلا دوست ندارم کسی بهم دروغ بگه بچه، میفهمی؟ چه دروغ؟ چی کار میکنی؟ خدا بستون باش. خواهران و برادران جوان من توجه کنند که مبحث اعداد مبحث مهم و قابل تأملی است. اعدادی مثل 322، عدد 33 که کاربردهای متنوعتری داره. اینجا به جای حرف جی بین پرگار و گونیان نشسته که میدونید جایگاه مهمی است. عدد 33 حتی در لوازم، وسایل، اکسسوار ماسون‌ها استفاده میشه، توی ظروف گاهی دیده میشه، نشانها، گردن‌آویزها، دستبندهای متعدد و متنوعی که اعداد روی اونها کارکرد دارن. عدد 33 یکی از اعداد متنوع اون هست. عدد 666 رو شما به عنوان شاید شاخصترین و بارزترین عدد شیطانی میشناسید که محاسبه جمع قاعده اهرام ثلاثه مصر ما رو به عدد 666 میرسونه و شما حضور شکل هرم رو در نشانه ها و علائم ماسونی به خاطر دارید و در موردش اطلاعاتتون مفصله. عدد 13 عدد جالب و قابل توجهی است. نزد مسیحیان عدد 13 عددی است که منحوس است و خیلی مورد توجه و علاقه نیست، اما اتفاقا نزد یهودیت و نزد فرق ماسونی عدد 13 عددی است که محترم و مقدس است. توی این تصاویر 13 ستاره کوچک یک ستاره بزرگ شش پر رو تشکیل دادن که عدد 13 برای ستاره کوچک عدد انتخاب شده و فکر شده است. 13 برگ زیتون در این شاخه زیتون وجود داره و 13 میوه زیتون، 13 شاخه تیر در دست دیگر عقاب است و البته جمع خطوط قرمز و سفید در این پرچم هم عدد 13 است. بنابراین به نظر می رسد که خیلی هم نزد ماسون ها و نزد یهودیان عدد 13 عدد نامحترمی نیست. جلسه بحث نمادها رو خاطرتون هست، ستاره های پنج پر کوچک که ستاره شش پر بزرگتری رو شکل دادن. عرض میکنم خدمتتون که عذرخواهی میکنم ازتون، من کاری برام پیش اومده، چند دقیقه رفع زحمت میکنم برمیگردم خدمت شما و بحث رو با هم ادامه میدیم. چیستا خودش هم اونجا بوده، اول بگو مگو میکنن، بعدش هم که با هم درگیر میشه، بعد از اونم که دیگه لا اله الا الله. بفرمایید. اصلا این دختر از بعد برگشتنش روز خوش ندید. اینا امتحان الهیه، امتحان و باب افتعال، به مهنت افکندن. خدا آدمای بزرگ و با امتحانای سخت مواجه میکنه. خودش هم توفیق استغفار بده، تقصیر منه، من نباید میذاشتم شما ها پا بذارید توی همچین راه پرخطری. نه استاد، ما خودمون اینطور خواستیم. تنها چیزی که آرومم میکنه اینه که این راه راه خداست، کسی هم که توی این راه قدم برمیداره جهاد میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم
سبولن و درساتو که بلدی که لنهدین نه، یعنی حتما نشونش میدیم که راه چی. اما دریغ از دست دادن مبارزینی مثل شما. حالا خواهر مهربانمون کجاست؟ خونه خودشه، به مادرش خبر دادم اومده. دور و برش باشین، ازش خیلی فاصله نگیرین، شاید خودم هم یه سری بهش زدم. چشم. چیزیش نیست، یه سری آرام بخش نوشتم، مراقبش باشیم، بذارین استراحت بکنه. مرسی، زحمت کشید. خواهش میکنم. خدا حافظت. سلام. به خانم نسیم خانم، خوبی؟ سلامتی. چیزتون مثل که خرابه. 291 بار زنگ زدم تا اومدی. نه، کسی خونه نیست، منم تو حیاط بودم. کسی خونه نیست، شما هم توی حیاط بودی. اون وقت این حامد و شیوا کجان؟ شیوا یه خورده حال نداره، حامدم نیست. آخه شیوا حال نداره، حامدم نیست. خیلی خوب. ماشین خریدم، دیدی؟ مال منه، مال حامد نیستم. ماشین من. به امین جان، احوال شما چطوره؟ خوبی؟ خسته نباشین، کارا خوب پیش میره آقا؟ بد نیست، الحمدلله. فرهاد که طبق معمول همون جوری قرقاتیه و ما یه جوری مراقبش هستیم. آقا خوبه، آقا جان خوبه، حواستون بهش باشه، پوششتون رو همینجوری ادامه میده. اتفاقا یکی از خواهرها همین الان به من خبر داد که متاسفانه یکیشون کشته شد. بفهم. چیستا هم خیلی حالش بد بود، به خاطر ستاره رفت سراغ حامد، منتها حالش بهتر نشد که بدتر شد. قابل فهمه، دختر خانم ها توی اینجور موارد معمولاً طاقتشون کمتره،
با هم موضوع پیش پا افتاده یه ممکنه که دچار تشویش و تنش بشن. شما هم آقا جون توکلت به خدا باشه و حواست جمع. چشم. زنده باش. باشه شما هست. در مورد ماجرای حامد باید زبایرم رو حفظ کنی. متوجه میشه؟ نمیتونم. حامد هنوز تو استخره. میدونم. اینقدر آشفتم نکن. بذار حواسم رو جمع کنم. یه راه حلی برای این قضیه پیدا میکنم. بیا تو شب نجا. کجاست؟ تو اتاقش. بیدار شد؟ بله، بیدار شد. ببین، اگه حالش بهتر بود بیارش پایین لطفا. برسی این کارت منه. خواهش میکنم هر زمانی از شبانه روز، هر ساعتی مشکل پیش اومد منو مطلع کنید. بله، حتما. ازش نپرسین چرا با حامد بحثش شده؟ نه، من ازش نپرسیدم. کاش شما با حامد حرف بزنید. اگه اون کنارش بود قطعا حالش بهتر میشد. بله، به هر حال من سعی میکنم در حد امکان اوضاع رو راه راه کنم. با اجازه. خواهش میکنم. ممنون که اومدی. خداحافظ شما. خداحافظتون. کی شمات جناب بهرنگ؟ به به جناب آقای جناب تشریف میبرین؟ با اجازه شما. مگه وقتی تشریف آوردین اما اجازه گرفتین که موقع رفتن با اجازه شما؟ راستی وکیل باشی؟ ما چجوری با صاحب خونه خودموشیم؟ نکنه اونم باید عریضه بنویسیم بدیم خدمت شما. یه چیزی رو برای بار اول آخر بهت میگم، تو توی این خونه از نظر قانون هیچ سهمی نداری. دستی رو بکش داش، دستی رو بکش. این خونه مال دختر منه، یعنی تا 18 سالگیش مال منه. منم اهل این خونه و توی این خونه زندگی میکنم. حالا اگه از آقایی دوم کسی رو نگرفتم گیش بندازم تو خیابون، بد کاری کردم. دهنت رو به من گوشاتو باز کن. اگر به هر کدوم از اهالی خونه کمتر از گل بگی خودم دومتو میگیرم میندازم تو الافتونی. در ضمن از آقایی منه که پیگیری پروندتو نمی کنن. گرفتن هزانت اون دختر بچه از تو پروندهش هنوز رو میز کار منه. در ضمن از این به بعد جلوی راه من سبز نمیشی، تو چیزی که بهت ربطی نداره دخالت کنی. شیرفهم شد؟ پلنگ فهم شد. شیرفهم که بماند. سلام خاله شیبا. سلام خاله شیبا. سلام خانوم.
نسوزونین هم دیگر اینقدر با هم گرم گرفتین. جای اینکه بمالی ماساژ بدی بلنشو برو شوهرشو پیدا کن، میونشونو بگیر، آشتیشون بده، برن سر خونه زندگیشون. شاید منم یه نفس کشیدم. به به، یکی پیدا شد تو این خونه یه دونه چایی بده دست ما. حالا سری چی دعوا شد؟ ما هیچیه، من یکم... شیوا جون، بدت نیادا، ولی خودت رو دادی. ببین، از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنن، ابلهون باور کنن. به جای یه حرفا پاشین چاییاتونو بردارین ببرین بیرون، هم یه هوایی بخورین هم چاییاتونو. پاشین، پاشو بریم. یه خاله، تو چرا به این دختره بند میکنی؟ ولی به کی بند میکنم؟ من میگم میونهشونو بگیره آشتی بده، بند میکنم؟ این خودی تو کار اینو اون دخالت نکن. افرازم بابا، دخالت نکن، دخالت نکن، انگار کلانتره. دخالت نکن، معلوم این دختری چی کار کرده که مرد گذاشته رفته ماشینش هم نیومده ببره. شیوا جونم چطوره؟ چایی تو بخور. حالم خوش نیست، من میرم بالا. لااقل چایی تو بخور. نه نمیخوام، نمیخوام. کجا شیوا جون؟ سرم درد میکنه، میخوام برم بالا. چیزی لازم نداری؟ نه. حالا از اون برم حامد غرق کرد، واقعا که خیلی بی‌انصافه. شما بیاین. خب شما بیشتر دوست ویدا جون بودی. خب صبحم به خاطر همین اومدم دیگه. ببین شبنم جان، یه چند روزی بیا پیشش که تنها نباشه. من برم ببینم میتونم حامدو پیدا کنم یا نه. باشه. چرا در رو وا نکردی؟ بله؟ بفرمایید. ممنون. خواهش. خانم صحت تشریف نمیارن؟ بله الان میان خدمتتون. جناب سرور. قند. چه چیزی شده؟ میگن با تو کار دارن. خیلی خوب. خاله جون اونجا بازی نکن، خطرناکه. چه؟ سلام. سلام خانم. خوش اومدی. ممنون. نمیشینید؟ بله. نمیدونم با کی کار دارن؟ با کی؟ با حامد. حامد؟ با حامد. ببخشید یه لحظه خاله جون، مگه من نگفتم اینجا بازی نکن؟ حتما با بیفتی این تو، بهت میگم این اصلا خطرناکه، این همه حیات. خب برو یه طرف دیگه بازی کن، قربونت برم من. ببینمت. بیا برو اون ور. بیا خاله، برو اون ور بازی کن. خانم صحت، ما نتونستیم از شما اطلاعات درستی به دست بیاریم. ترجیح میدم که هرچه سریعتر با خود حامد مستقیم صحبت کنم. بله حتما. کی تشریف میارن؟ من دقیقا اطلاع ندارم. حالا کدوم شهر رو برای عکاسی انتخاب کردن؟ گرگان. عجب، کی رفتن؟ یه هفته میشه فکر میکنم. ولی تا اونجایی که من یادمه آقای بهرنگ گفته که سه روز پیش حامدو دیده. آقای بهرنگ گفتن؟ بله. خب حتما. به هر حال میدونین که من این روزای مقداری مریض حالم، شاید روزا رو اشتباه کردم. به هر حال خانم، بهتون توصیه میکنم از شوهرتون غافل نشید. بله.
خدا نگهدار. با تو بازی کنم، توپم بده. نمیدم. اگه توپم رو ندی عروسکتو میندازم تو استخرا. جرأتشو نداری. حالا میبینیم. توپم بده تا عروسکتو نندازم. نمیدم. راستی راستی میندازم و اگه جرأت داری بنداز. باشه میندازم. عروسکم دیتر میام. عروسکم چرا انداختی؟ تو توپمو ندادی. چیه خاله جون چی شده؟ برن عروسکم رو انداخت تو حساب. دروغ میگه خاله، تقصیر خودش بود. تو پامو گرفته بود پس نمیداد. میگفت نمیدم. دروغگو. خیلی خوب اشکال نداره، من خودم برات یه عروسک دیگه میخرم. نه من فقط تو موقع عروسک خودم میخوام. خب من برات یه عروسک نوع این عروسک خودت میخرم. نه فقط همونو میخوام. خاله یه عروسک نو با یه توپ چطوره؟ عروسک نو که بهتره. یک باز انگار حالا چی افتاده تو آب، یه عروسک دیگه. ای بابا چقدر سختش میکنی. بیا خاله جون. خاله قربونت برم، گریه نداره که بشین اینجا پیش من. قربونم اشکات برم، الان وسط درش میاریم قربونت عزیز دلم. یه بیلی، یه چیز بلندی، چوبی، چیزی داری؟ بیل؟ نه بیل برای چی؟ حالا به خاطر یه دونه عروسک آب استخر رو خالی نمیکنن که. حالا کی خواست آب استخر رو خالی کنه؟ من فقط یه بیل میخوام، میخوام ببینم میتونم اینو درش بیارم یا نه. خاله ولش کن، خیلی لوسه. وقتی من اینو میشناسم استاد دانشگاه عشق بوده. خاله نه ما بیل افا. چی شو؟ شیوا؟ 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 شیوا عزیزم پاشو. شیوا؟ شیوا جون شد؟ شیوا؟ شیوا جون پاشو. شیوا جون پاشو. خوبی؟ چی؟ چی شو؟ هیچی ها از حال رفتی. ها جوابم بده چی شد؟ بیا 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 آفرین. بیا خانم جون اینم برای تو عزیز دلم. بیا اینم عروسکت. ندید بدید. ندید بدید خودتی. عروسکت هم که گرفتی چرا نمیری؟ برو دیگه. لوس بیمزه. چی شد؟ چی شد؟ جواب بده درست میگم تو حیات چی شد؟ هیچ. کیوان از تو آب درش آورد. شیوا جون تو که الان به خاطر یه بازی لجبازی بچه ها اینجوری به هم میرزی چطور فردا میخوای مادر شی؟ حالا چند ماه تا مادر شدنش مونده، کم کم یاد میگیر. Thank you.
سلام، پرند کجاست؟ سلام، باباش یه کاری داشت رفتن محله پایین. چه خبر اینجا؟ خوبی شیوا جون؟ گرد غم و غصه در و دیوار این خونه رو پوشونده. یه خونه تکونی کوچولو لازمه تا به آرامش برسیم. یه دقیقه اونو ولکام بیا بشین. من چجور باید محبت های تو رو جبران کنم؟ تا وقتی ویدا بود همه جوره دوستش بودی، چه تو کارش چه تو زندگیش، کمکش میکردی، سنگ صبورش بودی. حالا که اون نیست همه زحمت های من افتاده گردن تو. ببخش واقعا، از ته دلم ازت ممنونم. چه حرفی تو میزنی؟ تو مثل خواهر کوچیک من میمونی. پاره تن ویدا برای من خیلی شیرینه، مثل بچه خودمه. آره بچم، بچه که سالها در حسرت نداشتنش سوخته. اومدم. سلام علیکم، برای استخر اومدم. فقط کافی نیست ظاهرتو تغییر بدی، باید درونت هم آروم کنی. با این همه درد سر و مشکل چجوری درونم آروم کنم؟ خب مشکلاتو دونه دونه حل میکنن، مثل آب این استخره که ذره ذره داره خالی میشه. چی؟ آب استخر؟ خب گفتم اینجا رو داریم سر و سامون میدیم، آب استخر هم تمیز کنیم دیگه. های! دارین چی کار میکنی؟ چرا از من اجازه نگرفتی؟ مگه این خونه صاحب نداره هر کار دلتون میخواد میکنین؟ نکن آقا! نمیگم خالی نکن! چی شده اینجوری داد میزنی؟ آب استخر لجن گرفته بود گفتم خالیش کنم. چته تو؟